شبان از حلقات دیپلماسی فرهنگی در واشنگتن تصمیم گرفتند تا با استفاده از فرهنگ‌های مختلف برای مردمی در شمال شرق آمریکا کمک برسانند که از طوفان سندی نجات یافتند. سوزان پریستو از صدای آمریکا گزارشی تهیه نموده که همکارم به توجه شما برساند. نمایش رقص، خزه‌های فراوان جالب و همراهی همه در خانه سفیر در واشنگتن ترتیب یافته بود. اما این محفل معمولی نبود. در این گردهمایی برای قربانیان طوفان سندی که مناطق ساحل شمال شرق آمریکا را به خصوص نیویورک و نیوجرسی را ویران کرد، ایانه پرداخته می شود. صحنه های ویرانگر طوفان روزا رای جلال خانم سفیر اندونزیا در ایالات متحده را باعث شد که وی اقدام کند. من قبل و بعد از طوفان تلویزیون می دیدم و بسیار ویرانگر بود و احساس مشابه را می کردم. به خاطر که می دانید که در سال 2004 در اندونزیا زلزله بزرگ شد و جامعه بین الملل برای ما کمک کردند و به همین خاطر به دوستانم زنگ زدم که باید ما با هم کمک کنیم. جلال رئیس انجمن زنان مسلمان در واشنگتن است که شامل سایر اقارب سفیر و دیپلمات ها می شود. آنها به منظور جمع‌آوری اعانه برای قربانیان طوفان آمریکا تفاوت های فرهنگی خیش را برجسته نموده بودند. مهمانان با پرداخت $50 برای صرف غذا به خاطر جمع‌آوری اعانه به خانه سفیر آمده بودند. پول جمع‌آوری شده به صلیب سرخ ایالات متحده آمریکا رفت که رکیل متا در آنجا کار می کند. فکر میکنم که عنوان این رویداد میگوید همبستگی با قربانیان طوفان سندی. به خاطر که شما میدانید این مسئله چهره ندارد و ما همه یک جا هستیم و همه برای یک هدف متحد هستیم و بالای همه ما تاثیر دارد. این احساس اتحاد است که برای فاطمه اوجلی دختر سفیر لیبیا در واشنگتن اهمیت دارد. مردم مسلمان واقعا در برابر دوستان و مردم آمریکایی احساس دارند. این کار کمی است که ما برای کمک انجام می دهیم. مهمانان برای خرید اشیای هدیه شده رای می دادند و در عین حال از فرهنگ افغانی، آذربایجانی، مصری، عراقی، لیبیا، تونسی، ترکیه، اردن و سرزمین های فلسطین با خبر می شدند. ما قبلا چیزی از کشورهای اسلامی ندیده بودیم و این فرصت بسیار خوب است که آنها را می بینیم، با آنها معرفی می شیم و صحبت می کنیم. همه از انواع غذاهای جالب شرق میانه و آسیایی لذت بردند. مجموعه از تنوع فرهنگی و وحدت برای ناتالیا جونز معاون بخش پروتکل های آمریکایی خوشایند بود. این تعداد خانم ها از چندین کشور با هم جمع شدند تا برای قربانیان طوفان سندی متحد شوند و آنها از قدرت غذا، فرهنگ ها و سننشان کار گرفتند. جونز از دیپلماسی آشپزی در عمل تمجید کرد. ژیلا ناصری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.